واتس اپ گای، خوش اومدی به درس 24 روم مجموعه متوسط بیوان. پس ما قرار زیاد وقت رو نکشیم چون امروز هم یکم درسمون طولانیه، سریع بریم سر اصل مطلب. ما طبق معمول آخرای هر مجموعه می نویسیم، تمرین نوشتن میکنیم. الان یه چند تا درس هستش که ما تمرین نوشتن کردیم و تو درس امروزمون هم میخوایم بازم تمرین نوشتن بکنیم، ولی این تمرین نوشتن یه مقاله‌ایه که ما میخوایم در مورد خوبی‌ها و بدی‌های یه مسئله‌ای صحبت بکنیم. ما چجوری میتونیم یه مقاله‌ای رو بنویسیم که فواید و معایب یه مسئله‌ای رو داخلش بنویسیم و ساپورت بکنیم نظرمون رو و همه اینا. اول از همه میخوام بهت بگم for and against essay. For and against. For and against میشه موافق و مخالف. essay هم که قبلا گفتیم میشه مقاله، نوشتن، انشا، اینجور چیزا. خب ما درس امروزمون دقیقا همون ساختاری رو دنبال میکنه که an opinion essay. گفتیم وقتی میخوایم ما یه مقاله‌ای رو در مورد نظر شخصیمون بنویسیم، کلا مقاله ها از همین ساختار و همون پاراگراف بندی که ما در موردش صحبت کردیم پیروی میکنن. یعنی باید ما اول یه پاراگراف کوچولو مقدمه بنویسیم، بعد بیایم توی یکی دو تا پاراگراف اون متن اصلیمون رو و نظرمون رو یا حالا هر چی که میخوایم رو بنویسیم، و در آخر هم بیایم یه پاراگراف کوچولو مثل مقدمه جمع‌بندی بکنیم، نتیجه گیری بکنیم. تو درس امروز اونم بازم دوباره این مسئله رو با هم تمرین میکنیم. گفتیم یه سری فریز ها، یه سری اصطلاحات، یه سری جمله واره ها هم هستن که مهمن و ما با استفاده از اونا میتونیم مقالمون رو قشنگ بکنیم و به گوش شنونده خیلی قشنگتر و ساده‌تر بیاد مقالمون. خب ما امروز میخوایم یه دونه مقاله‌ای رو بنویسیم در مورد فواید و معایب یا خوبی ها و بدی های ریالیتی تیوی شوز صحبت بکنیم. خب که اون سرفصلمون هستش که ریالیتی تیوی شوز are good entertainment. خب اول بگیم که ریالیتی تیوی شوز چی هست. تیوی شوز که میدونیم یعنی شوهای تلویزیونی، برنامه های تلویزیونی. ریالیتی تیوی شوز به اون برنامه های تلویزیونی میگن که همیشه توش یه رقابت هست، مثلا مسابقه آشپزی، نمیدونم مسابقه هایی که توی تلویزیون هستش، الان هم میریم توش، مثلا مسابقات دنس، گروه های مختلف میان با هم مسابقه میدن و آخر هم یه برنده داره. میخوایم در مورد این برنامه ها صحبت بکنیم که آیا اینا good entertainment هستن، یه سرگرمی خوبی هستن یا نه، یا اصلا کلا خوب هستن یا نه. ما میخوایم در مورد این مسئله صحبت بکنیم. خب پاراگراف اول اون مقدمه است. خب طبق معمول شروع میکنیم مقدمه رو خوندن. خب متنمون رو با هم شروع میکنیم. قبل از اینکه شروع بکنیم یه نکته خیلی کوچوله دیگه بهت بگم. این متن از یکی از سایت های خیلی معتبری که همین امتحان های زبان انگلیسی گرفته میشه انتخاب شده و من برداشتمش. الان اون متن رو داریم از اونجا میخونیمش و بررسیش هم میکنیم که به چه شکل هستش و خیلی یه متن کاملا استاندارده. خواستم بهت بگم. خب مقدمه چی نوشته شده؟ Reality shows are a very popular form of entertainment on TV nowadays. Reality shows اون شوهایی که در مورد صحبت کردیم، شوهای واقعی یا همین این برنامه‌ها، a very popular form of entertainment هستن. یعنی popular میشه مرسوم، very popular خیلی مرسوم، فرم هم که میشه فرم شکل. پس چی شد؟ ریالیتی شوز هستند یک فرم بسیار رایجی از سرگرمی ها، انترتینمنت یا تفریح و سرگرمی، آن تیوی در تلویزیون، نایدیز امروز روزه. There are dozens of different types of programs such as singing contests, cooking competitions or going to live in the jungle. بعد اومده توضیح داده که آقا من میدونم ریالیتی تیوی شوز چی هستش، یعنی این کسی که داره مینویسه به امتحان گیرنده یا به خواننده بازم یه توضیح میده که ریالیتی تیوی شوز تقریبا چی هست. میگه there are dozens of different types. dozens of میشه تعداد زیادی، فراوان به معنی دو جینه در اصل، ولی خب اینجا یه کلمه خیلی جالبیه، به جای ملی ما میتونیم استفاده بکنیم یا یه سری از این قیدهایی که میخواد بگه که بسیاری، فراوان.
خب dozens of different types of programs. میگه پس reality TV shows ها dozens of different types of program. برنامه های بسیار متنوعی هستن such as قبیل singing contest مسابقات خوانندگی cooking competitions رقابت های آشپزی or going to live in the jungle یا رفتن برای زندگی تو جنگل. مثلا یه سه مدل reality shows رو توضیح داده. حالا متنمون این مقدمه‌مون بود. خب میریم سراغ متنمون. متنمون رو با firstly شروع کرده. توجه کنی رنگش هم تغییر داده شده که یه چیزیه که قبلا هم در موردش صحبت کردیم. از اون فریزا یا از اون اصطلاحاتیه که ما میتونیم پاراگرافمون رو نشون بدیم که ما قراره شروع بکنیم و بحثمون رو در مورد یه مسئله آغاز بکنیم. Firstly, نخست در وهله اول یا اولا I think that there's a lot of variety in reality TV. در وهله اول من فکر میکنم تنوع‌های بسیاری variety تنوع زیادی در reality TV وجود داره. There is وجود داره. خب اولش میگه که خب تنوعش زیاده. خب یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم. ما توی این پاراگراف اولی که بعد از مقدمه می‌خوایم شروع بکنیم می‌خوایم فوایدشو بگیم، خوبیاشو بگیم، بعد میریم تو پاراگراف بعدی بدیاشو میگیم، معایبشو میگیم. تو پاراگراف آخر هم که مثل همین پاراگراف مقدمه‌مون یه پاراگراف کوچیکه، ولی میایم جمع‌بندی می‌کنیم تقریبا نظر آخرمون هم در مورد این مسئله، نظر شخصیمون هم تو همون پاراگراف آخر یا همون پاراگراف نتیجه گیری و جمع‌بندی میگیم. خب پس شد. پس این پاراگراف ما میخوایم خوب بگیم در مورد فواید رو میخوایم، میخوایم فور باشیم، موافقش باشیم، against نیستیم. خب people at home can choose which types of program they want to watch depending on what they are interested in. مردم تو خونه میتونن انتخاب بکنن which types of program، چه نوع برنامه ای رو، which types of program، چه نوع برنامه ای رو they want to watch، اونا میخوان تماشا بکنن depending on what they are interested in، وابسته به چیزی که اونا علاقه مندن بهش. depending on، وابسته به what، چیزی که they are interested in، آنها علاقه دارن بهش. گفتیم interested in، علاقه داشتن به چیزی. این I am interested in football، I am interested in Mexican food. قبلا در موردش صحبت کردیم. interested با حرف اضافه in میاد، علاقه داشتن به چیزی. خب میریم جمله بعدی. some people like watching singing or cooking competitions while others prefer watching programs about building houses or traveling around the world. خب میگه بعضی از مردم دوست دارن تماشا بکنن singing cooking competition، میگه رقابت های خوانندگی یا آشپزی. while اینجا ببین میخواد یه مقایسه ای بکنه، یه تضادی رو نشون بده. while در حالی که، پس چی شد اون وایله، ببین چقدر خوشگل کرده جمله رو اون وسط. در حالی که others، دیگران، prefer watching programs about building houses or traveling around the world، میگه در حالی که بقیه prefer، ترجیح دادن، ترجیح میدن تماشا بکنن پروگرام هایی رو، programs برنامه هایی رو، about در مورد building houses ساختن خونه ها، or traveling around the world یا مسافرت کردن دور دنیا. پس میاد دو تا دسته از آدم ها رو اینجا صحبت میکنه. یه سری دوست دارن رقابت ها، competitions، رقابت های cooking، آشپزی یا singing، خوانندگی رو دوست دارن تماشا بکنن، بعد در حالی که دیگران ترجیح میدن نگاه بکنن برنامه های رو در مورد ساخت خونه یا سفر دور دنیا رو. یه نکته دیگه هم داره اینجا. ما تو درس 17 مجموعه مقدماتی اولمون گفتیم like watching
یه سری فعلا بودن like, hate, love, stop اینا بودن که گفتیم میتونیم بعدشون یه فعل رو با ing بیاریم دیگه، نگیم like to watch، اونم میشه ولی خب اینا معموله. و prefer رو هم ما ترجیح دادن رو هم در مورد صحبت کردیم. I prefer going out. گفتیم بعد از prefer میتونیم یه فعل رو با ing بیاریم. پس این ساختارها رو توجه بکن. خیلی جالبن و استفاده کردن ازشون نوشتن تو یا گفتار تو خیلی هم باحال میکنه. حالا میریم سراغ جمله بعدی که با in addition به علاوه، یعنی ما یه نظری رو دادیم، میخوایم دوباره بازم بیاریم یه مسائل دیگر رو در مورد فوایدش صحبت بکنیم. In addition به علاوه، reality TV programs are a great opportunity to discover talented singers, dancers or chefs. میگه به علاوه reality TV program، این پروگرام های واقعی یا همون این reality TV show ها یه فرصت عالی هستن. A great opportunity، opportunity میشه فرصت، شانس بزرگ. To discover، برای کشف talented singers، خواننده های مستعد، dancers or chefs، برای کشف آشپزها، رقصنده ها، خواننده های مستعد. پس میبینید این یه فرصت خیلی بزرگی است. پس داریم در مورد فایده این برنامه صحبت میکنیم. پس خیلی از کسان میتونن از این راه برن و استعدادشون کشف بشه. خب جمله بعدیمون، Several people who take part in these programs get jobs as a result of being on TV. میگه خیلی بسیاری، several، چندین، بسیاری، several people who take part، میگه خیلی از اون آدمایی که who، که اینجا معنی whoه، که take part، take part با همه شرکت کردن، حرف اضافهش هم اینه، take part in، شرکت کردن در، همین الان یادداشتش بکن، take part میشه شرکت کردن با حرف اضافه اینه، take part in. پس میگه خیلی از آدمایی که who، که take part in these programs، که شرکت میکنن در این برنامه ها، get jobs as a result of being on TV، میگه شغل گیرشون میاد در نتیجه بودن در تلویزیون، یعنی بودن توی تلویزیون باعث میشه که چی؟ نتیجهش میشه که چی؟ اونا یه کاری رو، یه شغلی رو پیدا میکنن. حالا این جمله هم خیلی باحاله که بازم با نارنجی پررنگ شده یا دورش کاج کشیده شده. Another advantage is that the people on the shows have interesting experiences and meet new people. میگه advantage میشه فایده، مزیت. میگه another advantage is، میگه مزیت دیگریش هست، این هست که، is that، اینه که people on the shows have interesting experiences، مردم یا اون آدما توی این برنامه ها، توی این شوها، تجارب جالبی رو دارن و and meet new people، و آشنا میشن با آدمای جدیدی. پس چی شد؟ ما اینجا اومدیم تو پاراگراف اول for موافق این مسئله نوشتیم. پس حواست هم باشه، firstly، in addition، another advantage، اینا خیلی مهمه وقتی میخوای در مورد یه چیزی مثبت بنویسی. advantage، مزیت، فایده. و اومد خیلی ساده هم این متن رو ساخته، نوشته شده و در مورد ریالیتی تیوی شوز اومده فوایدش رو گفته. حالا بریم سراغ معایبش و ببینیم چجوری میتونیم ما در مورد این مسئله معایبش رو بنویسیم و به اضافه پاراگراف جمع‌بندیمون. توی این صفحه ما پاراگراف مقدمه‌مون رو داشتیم و اولین پاراگرافی که مثبت در مورد فایده هاش صحبت کردیم. حالا میریم سراغ پاراگراف سوم و چهارممون، دو تا پاراگراف دیگه مون، که پاراگراف سوممون میشه ما داریم میخوایم در مورد بدیاش صحبت بکنیم و پاراگراف آخرام بیایم جمع بندی بکنیم. خب میریم سراغ پاراگراف سوم. پاراگراف سوم با on the other hand شروع شده. on the other hand نمیشه در دست دیگر، میشه از سوی دیگر، از طرفی دیگر،
که اونم من بهت قبل از اینکه پاراگرافمون شروع بکنیم خیلی جالب، وقتی میخوای دو تا چیزو مقایسه بکنی میتونی بگی on the one hand، از یک سو، از یک طرف، بعد جملت رو بگی، اون نظرت رو بدی، بعد بیای ضدش میخوای صحبت بکنی، میخوای تناقض رو نشون بدی، میتونی بگی که on the other hand، و از سوی دیگر، از طرف دیگر، بعد یه حرف دیگه بزنی. حالا ما توی این متن on the one hand رو نداشتیم، ولی خب وقتی اینجا ما on the other hand رو میبینیم یا مینویسیم، منظورمون اینه که چی؟ ما میخواییم الان ضد اون مسائل خوبی که در مورد reality TV show گفتیم بنویسیم، اما از سوی دیگر بیاییم یه سری حرفای ضد reality TV show بزنیم و معایبش رو بگیم. خب شروع میکنیم پاراگرافمون رو. On the other hand، از طرف دیگر، some people think that reality TV is an easy way for them to become famous. میگه از طرف دیگر خیلی از آدم ها فکر میکنن که reality TV، همین برنامه های که در موردشون صحبت کردیم، and is an easy way، یه راه، یه روش خیلی راحتیه for them، براشون، to become famous، که معروف بشن. پس خوب نیست. مثلا داره اینجوری میگه، میگه این یکی هم معایه بشه. However, most successful singers, actors or chefs have worked hard all their lives and are good at their job because of their hard work. در حالی که however خیلی مهمه، یکی از همون کلماتیه که خیلی خوب میتونی باهاش، بازم اینم تضاد رو نشون میده، اینم میاد میتونی باهاش جملت رو خیلی زیبا شروع بکنی. However، در حالی که most successful singers، موفق ترین سینگر ها، خواننده ها، actors بازیگرا، یا chefs یا سراشپز ها، have worked hard all their lives and are good at their job because of their hard work. میگه اینا همه که صحبت کردیم have worked hard، زحمت زیادی کشیدن، all their lives، تمام عمرشون رو، all their lives، اینجا lives همون life میشه عمر، زندگی، اینجا جمع بسته شده all their lives، چون داره میگه most successful singers, actors و chefs، اینا خب جمع اندیه، کلی آدم اندیه، پس چه کلی تمام عمرشون رو به زحمات زیادی کشیدن یا به سختی کار کردن، and are good at their job، و خوب هستن در شغلشون، because of their hard work، به خاطر تمام زحمات زیادی که کشیدن، به خاطر سخت کوشیشونه که خوبن. Also sometimes the people on the shows have to do really difficult or dangerous things. خب اون یه مسئله بود، الان میریم سراغ یه عیب دیگه ایش. خب عیب قبلیش بود، گفتش که خیلی از مردم اینو یه راه ساده ای میدونن که بیان معروف بشن، در حالی که اکثر خواننده ها و بازیگرا و سراشپزای معروف کل عمرشون رو گذاشتن واسه اون کارشون، کلی زحمت کشیدن، به خاطر اون زحماتی که کشیدن توی کارشون خوبن. حالا میایم یه دونه عیب دیگه هم میخوایم بگیم. Also sometimes the people on the shows have to do really difficult or dangerous things. میگه همچنین بعضی وقتا آدما داخل این برنامه ها، این شوها، باید انجام بدن have to do really difficult or dangerous things، کارهای خطرناک یا واقعا سخت و دشواری رو. میگه خوب نیستشی، بعضی ما باید خیلی کارهای خیلی سخت و یا خطرناک رو انجام بدن. خب جمله بعدیمون، the competitions are very hard and there is only one winner. میگه the competitions، رقابت ها، are very hard، خیلی سخته، and there is only one winner، و تنها یک برنده وجود خواهد داشت، یا یه برنده باید داشته باشه. هی داریم در مورد معایبش میگیم، خیلی ساده و راحت. جمله بعدیمون، another disadvantage is that، عیب دیگرش هستش که، اونجا داشتیم another advantage،
توی صفحه قبلی که داشتیم در مورد چیزهای مثبت صحبت میکنیم، گفتیم فایده دیگه اش، اینجا یه دیس گذاشتیم، اول ادوانتج شده دیس ادوانتج. پس همین الان یادداشت بکن، ادوانتج فایده، مزیت، دیس ادوانتج میشه عیب و بدیش دیگه. Another disadvantage is that some programs always follow the same format and this can be boring to watch. میگه عیب بعدیش هستش که خیلی از این برنامه ها always همیشه follow پیروی میکنن the same format، از یه فرمت و از یه قالب یکسانی رو پیروی میکنن و and this can be boring to watch، و این میتونه کسل کننده باشه تماشاش، یعنی پس تماشا رو میتونه کسل کننده بکنه اینکه همیشه این برنامه یه فرمت داره به یه شکل، مسابقاتش، مراحلش و اینجور چیزا. پاراگراف آخر سریع هم بگیم تمام بشه چون زیاد هم طولانی نشه درس امروزمون. پاراگراف آخرمون هم که قبلا هم صحبت کردیم، گفتیم تو sum up میتونیم قشنگ با این فریز، با این جمله واره‌ای که آوردیم بیایم نتیجه گیری بکنیم. تو sum up برای نتیجه گیری، برای جمع‌بندی، I think that reality TV is good entertainment. من فکر میکنم که این برنامه های reality TV یه تفریح و سرگرمی خوبی هستند. There is lots of variety which means there is something for everyone and they are interesting to watch. There is lots of variety. تنوع‌های زیادی وجود داره، which means که این یعنی، which means اینجا این معنی رو میده، which means که این معنی میدهد یا که این یعنی there is something، یه چیزی وجود داره for everyone، برای هر کسی، برای همه یه چیزی وجود داره and they are interesting to watch، و اونا جالبن برای تماشا. پس آخرش هم اومد گفتش که چی؟ خوبن به خاطر اینکه کلش رو بخواد جمع بندی بکنیم، گفته که به خاطر اینکه تنوع زیادی دارن و برای هر کسی یه چیزی وجود داره، یکی عشق خوانندگی داره، نمیدونم یکی عشق بازیگری داره، یکی دوست داره مسابقات یا رقابت‌های آشپزی رو ببینه و اینجور چیزا، و جالبن برای تماشا. این یه متن کامل بود در مورد for and against essay، یه مقاله که ما می‌خواستیم فواید و معایب یه مسئله‌ای رو بررسی بکنیم. پس سعی بکن این نوشته‌هایی که رنگی هستن رو خوب یاد بگیری یا معادل دیگریشون رو واسهشون پیدا بکنی، مترادف واسهشون پیدا بکنی، اینا رو هم توی جملت به کار ببری. یه بار دیگه هم بهش متنمون نگاه میندازیم. ما بازم توی یه پاراگراف خیلی کوچولو مقدمه رو آوردیم، ما تو an opinion essay توضیح دادیم چه جوری میشه یه مقاله رو نوشت، بعد اومدیم توی دوتا پاراگراف خیلی شیک و ترتمیز، تو پاراگراف اول اومدیم فوایدش رو گفتیم، با firstly هم شروع کردیم، این addition آوردیم، another advantage رو آوردیم و خیلی هم ساده در مورد صحبت کردیم. بعد اومدیم توی پاراگراف بعدی on the other hand، با on the other hand شروع کردیم که به خواننده بگیم که چی؟ آره ما الان میخواییم یه چیز مخالفمون بگیم، اما از طرفی دیگر، از سوی دیگر، اینا خیلی خوب نیستن، اینا بدن، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. However کلمه خیلی باحالیه، استفاده بکن ازش. بازم میبینی another disadvantage is that، تقریبا همونه، فقط یه dis اضافه شده به advantage. تو sum up هم که قبلا هم در موردش صحبت کردیم، همون خواستی پاراگراف آخر تو، پاراگراف جمع‌بندی و نتیجه گیری تو استفاده بکنی، میتونی از این فریز استفاده بکنی، میتونی یه finally خالی هم بنویسی finally، ولی تو sum up خیلی بهتره، یعنی تمام اون حرفایی که زدی رو میای اونجا جمع‌بندی می‌کنی. فراموش هم نکن، سعی بکن همیشه تو پاراگراف آخر نظر کاملت رو و اون نظر که خودت داری نسبت به اون مقاله رو یه جورایی روشن بکنی، با این هم که خواننده تو اگه قشنگ بنویسی توی متن تو که بخونه میفهمه که تو بیشتر
فور هستی، یعنی موافقش هستی، یا اگینستش هستی، مخالفش هستی. این هم یه دونه مقاله فور اند اگینست بود، یعنی موافق مخالف بود. امیدوارم که واسط مفید واقع شده باشه، و اگرم سوالی داشتی میتونی ازم بپرسی، کامنت بذاری، یا از طریق اینستاگرام هم حتی میتونی از توی دایرکتش واسم سوالات رو اونجا مطرح بکنی. منم سعی میکنم با کوچکترین کشت وقت اون جوابت رو بهت بدم. امیدوارم که واسه دوباره مفید واقع شده باشه، و تا درس بعدی بهت میگم بدرود.